سلام و وقتتان بخیر بینندگان عزیز، به یک بسته تازه خبری از چینال تاپ سیکرت خوش آمدید. شماری از منابع خبری مدعیند که موشک‌های ایرانی در حال انتقال به عراق برای انجام حمله بر اسرائیل است و ترامپ نیز در مورد ایران دیدگاهش را بیان کرده است. همزمان با این، آمریکا به عراق مبنی بر حمله اسرائیل بر این کشور هشدار داده و رئیس جمهور ایران گفته است که تا مرز شهادت آمادم و برای ایران خدمت خواهم کرد. من انتخاب کردم برای این مملکت کار کنم و برای این مملکت اگر قرار بشه شهید بشم. در همین حال روسیه گفته است که انتخابات آمریکا برای این کشور مهم نیست. از سوی هم و به دنبال پیروزی ترامپ، نخست وزیر اسرائیل ابراز شادمانی کرده و پیروزی وی را تبریک گفته است. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی ادعا کرده است که ایران برای حمله بزرگ علیه اسرائیل از خاک عراق در روزهای آینده تدارک می‌کند. با گزارش این وبسایت، سپاه پاسداران ایران انتقال موشک‌های بالستیک و پهپادها برای رساندن آنها به دست گروه‌های شبه نظامی نیابتی در عراق را آغاز کرده است. علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، هم گفته است که مردم منتظر پاسخ به جنایت صهیونیست‌ها می باشند. وی افزوده است که اسرائیل توان مقابله با رزمندگان مقاومت را ندارد. ولی اون سرزمین کوچیکی است. اندازه یکی از استان‌های کوچک ایران نیست. ما اگر اراده کنیم کل صهیونیست‌ها را میتونیم از بین ببریم. همزمان با این، شماری از منابع میگویند که موشک خرمشهر 4 قدرتمندترین موشک ایران است که 2000 کیلومتر برد داشته و دارای کلاهک 1.8 تنی است. آنان افزودند که ایران تاکنون از این موشک استفاده نکرده است. واحد فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران گفته است که ما در مقابل جنگ سخت دشمن می‌ایستیم و ذره عقب نشینی نخواهیم کرد. این مقام نظامی جمهوری اسلامی افزوده است که دشمنان هم اکنون با جنگ فرهنگی، ترکیبی و ادراکی به دنبال هویت زدایی جوانان ایران زمین هستند. از سوی هم وبسایت اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گفته است که واشنگتن و بغداد هشدار داده است که اگر ایران از خاک عراق اقدام به حمله کند، اسرائیل عراق را بمباران خواهد کرد. بر اساس این گزارش، مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه آمریکا به نخست وزیر عراق گفتند که اگر عراق مانع حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل از داخل خاک خود نشود، ایالات متحده نمی‌تواند از حمله اسرائیل به عراق جلوگیری کند. در همین حال رئیس جمهور ایران خطاب به ایرانی ها گفته است، آنهایی که می خواهند به خارج بروند، نمی گویم نروید. اگر می خواهند بروند، این انتخاب آنهاست. وی افزوده است که من انتخاب کردم برای این مملکت بمانم و کار کنم و اگر قرار شد شهید شوم، ولی برای مردم خودمان بر اساس عدالت کار کنم. من انتخاب کردم برای این مملکت بمانم، برای این مملکت کار کنم و برای این مملکت اگر قرار بشه شهید بشم، ولی برای مردم خودمون کار کنم. پزشکان خطاب به مردم ایران گفته است که شما می توانید از ما مطالبه حق کنید، با هم صحبت می کنیم و آنچه داریم منصفانه پرداخت می کنیم. از سوی هم وزیر امور خارجه ایران گفته است که بسیار سنجیده و حساب شده به اسرائیل پاسخ خواهیم داد. وی افزوده است که ایران به دنبال تشدید تنش ها نیست، اما حق دفاع از خود را دارد. قطعا به اهداف خودش برای افزایش جنگ و تنش نخواهد رسید، ولی پاسخ جنایت‌های خودش را هم خواهد گرفت حتما. آقای عراقچی این گفته‌ها را با مقامات پاکستانی مطرح کرده است. عراقچی در ادامه افزوده است که ایران بر اساس زمان و شرایط که خود تعیین می‌کند و به شیوه مناسب و بسیار سنجیده و حساب شده به حملات اسرائیل پاسخ خواهد داد. وزیر خارجه پاکستان گفته است که کشورش اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد، نیز تجاوز نظامی به حد و حصر تل آویو در خاورمیانه و جنایات نسل‌کشی که علیه غیر نظامیان مرتکب می‌شود را محکوم کرد.
در همین حال دونالد ترامپ بعد از انداختن رأی خود در صندوق در پرسش و پاسخ با خبرنگاران به سوال درباره ایران جواب داد و گفت ما قصد آسیب رساندن به ایران را نداریم، فقط نمی توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. شروط من بسیار ساده است، می توانند کشور موفقی باشند ولی نمی توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. Well, it doesn't. Look, we're not looking to do damage to Iran, but they can't have a nuclear weapon. That's so, you know, my terms are very easy. They can't have a nuclear weapon. I want to. همچنین و به دنبال برکناری وزیر دفاع اسرائیل امروز چهارشنبه 6 نوامبر این کشور گواه تظاهرات هواداران وزیر دفاع بوده است. برخی منابع با انتشار یک کلیپ ویدیویی ادعا کردند که در پی تظاهرات گسترده شهروندان اسرائیلی بر ضد برکناری وزیر جنگ این رژیم، بنیامین نتانیاهو با عجله از اقامتگاه نخست وزیری گریخته است. با گفته منابع خبری، تظاهرات کنندگان بزرگراه آیالون در تل آویف را مسدود کرده و با پرپای آتش بس به اخراج وزیر دفاع اسرائیل واکنش نشان دادند. نتانیاهو در توضیح این تصمیمات خود گفته است که بحران اعتماد با گالانت به تدریج تشدید شده و به همین جهت وی را برکنار کرده است. یائیر لاپید رهبر مخالفان دولت نتانیاهو برکنار وزیر دفاع اسرائیل در میانه جنگ را اقدام جنون آمیز خوانده است. سخنگوی پنتاگون اما در واکنش به برکناری وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده که امریکا به همکاری نزدیک خود با وزیر دفاع جدید این کشور ادامه خواهد داد. وزیر دفاع برکنار شده اسرائیل اما گفته است که معافیت از خدمت بازگرداندن اسرای اسرائیل در نزد حماس و درخواست انجام یک تحقیق رسمی و نظاممند در مورد اتفاقات رخ داده باعث شده است که نتانیاهو وی را برکنار کند. همچنین و به دنبال پیروزی ترامپ، یک مقام جنبش حماس به ترامپ گفته است که از اشتباهات جو بایدن درس بگیرد. وی افزوده است که صداقت ترامپ در صورت معلوم خواهد شد که به وعده‌اش مبنی بر پایان جنگ عمل نماید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل نیز گفته است که ترامپ عزیزم، پیروزیت را تبریک میگویم و این مدعی شده است که انتخاب ترامپ یک پیروزی بزرگ است. از سوی هم ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه میگوید که برای مسکو تفاوت ندارد که نتیجه انتخابات ایالات متحده آمریکا چه خواهد شد. وی افزوده است که اگر چیزی در سیاست آمریکا تغییر کند و هر پیشنهادی به روسیه ارائه شود، مسکو آماده بررسی آن مطابق با منافعش خواهد بود. دوستان عزیز، به پایان برنامه کنونی رسیدیم. از اینکه تا این دم با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا سلام دیگر، الله نگهدار.